حیران شدن حاجیان در کرامات آن زاهد که در بادیه تنهاش یافتند. زاهدی بود در میان بادیه در عبادت غرق چون عبادیه. حاجیان آنجا رسیدند از بلاد، دیدشان بر زاهد خشک افتاد. جای زاهد خشک بود و ترمزاج، از سموم بادیه بودش علاج. حاجیان حیران شدند از وحدتش، وان سلامت در میان آفتش. در نماز استاده بود بر روی ریک، ریک از تفش بجوشد آب دیک. گفتی سرمست در سبزه و گل است، یا سواره بر براق و دلدل است. یا که پایش بر حریر و هله هاست، یا سموم او را به از باد سباست. پس بماندند آن جماعت با نیاز، تا شود درویش فارغ از نماز. چون ز استغراق باز آمد فقیر، زان جماعت زنده ای روشن ضمیر. دید کابش می چکید از دست و رو، جامعش تر بود از آثار وضو. پس بپرسیدش که آبت از کجاست؟ دست را برداشت کس سوی شماست. گفت هر گاهی که خواهی میرسد، بیز جاه و بیز حبل و ممسد. مشکل ما حل کن ای سلطان دین، تا ببخشد حال تو ما را یقین. وانما سر ریز اسرارت به ما، تا ببریم از میان زنارها. چشم را بکشود سوی آسمان، که اجابت کن دعای حاجیان. رزق جویی را زبالا خوب گرم، تو زبالا برگشود دستی درم. ای نموده تو مکان از لامکان، فسما و رزق کم کرده عیان. در میان این مناجات ابر خش، زود پیدا شد چو پیل آبکش. همچو آب از مشک باریدن گرفت، در گو و در غارها مسکن گرفت. ابر می بارید چون مشک اشک ها، ابر می بارید چون مشک اشک ها. حاجیان جمله گشاده مشک ها، یک جماعت زان عجایب کارها. می بریدند از میان زنارها، قوم دیگر را یقین در ازدیاد. زین عجب والله اعلم بالرشاد. قوم دیگر ناپذیرا و ترش و خام، ناقصان سرمدی تم الکلام.